زندانیایی که نگفتند به خمینی محمد تقی نیکزاد مشهدبان، حسین شکری، قاسم شکری، حسن شکری، فراد جبلی مجاب ملعی، شعبان مهدی‌پور، غلام حسین مریخی آنگرپولایی، جمشید غلامپور، علیرضا قلی‌نژاد، هاشم ناظری جویباری، مسعود هوشیار، محمد مهدی یوسفیان که هر دوشون اهل آمول بودن، محسن قامتی تهران دانشجو بود و همشهر دستگیر شد و این زندان هم اعدام شد، راسلیم قلی‌پور، خسرو فضل‌آرا، شبان‌علی کاویانی، جواد فقیه جویباری، محمد حسین قفاری کوچک‌سرایی فوتبالیست معروف منطقه، موسا رزاقی، رضا علی شاه‌بابایی، سید صادق قریشی، محمد علی گیلانی، خان آقا مهدی‌پور، سید عباس موسویان، سید اسکر قاسم‌پور و خواهرانی مثل حوا برزگر، رویا رحیمی، سمیه نقل‌قاجار. من اسمم عباس اولادیه، توی شهرمون به من میگفتن جواد. من سال 58 با سازمان آشنا شدم. کارمونم توی قائم شهر سر کار تبلیغی برای سازمان و به خصوص تو دورانی که انتخابات مجلس بود و کاندیداتوری بعد مسعود، ما کارمون تبلیغات برای این موضوع. یکی از کارامونم فروش نشریه مجاهد بود که اون موقع تیراژش تا بعدها تا 600,000 تا در روز رفته بود. شهریور 59 یک حمله ای شد که به دفتر جنبش ملی مجاهدین من دستگیر، سوار ماشین کردن بردن زندان ساری که معروف به زندان بخش 8 ساری بود که ما رو بردن اونجا. اون کانون اصلی مبارزی که همه دورش جمع شدیم برای سرنگونی رژیم خمینی که اسمش مسعود رجبیه و تبع اون مریم رجبی هم که داره این خط رو پیش میبره، این ایستادگی، این پایداری، این تسلیم ناپذیری اونه که داره جوانا رو به سمت خودش میکشونه، جوانا رو که به طور واقعی نسل جدیدی از الگوهای مقاومت و سرفرازی مردم ایرانن که ایستادن. واقعا این کانون شورشی که اسمش ما الان میگیم کانون شورشی، به طور واقع ایران ابتر نیست، ایران مقاومت، ایران مردم، ایران دارای سرمایه عظیمی هستند که ریشه در خون، ریشه در رنج، در شکنجه، در زندان داره. به خاطر همین من ایمان دارم، ایمان دارم که این رژیم با هر وضعیتی، با هر بامبول بازی در آوردن، با هر پشتک بارو زدن، با هر عدتفاری، با هر اسمی، به خاطر مردم ایران شیرمانه نمیتونه. با اون مردم دارن رنگ میکشن، زخم و عمیق‌تر این حرف هاست. از اون طرف مقاومتی از سرفراز با انبوهی اثبات کرده خودش، اسمش فداه، اسمش پرداخت کرده، اینه پاسخ این همه درد و رنج. که کانون شورشی یک کانون بالاتری داره که اسمش از اشرف سه مجاهدینی که ایستادن کوتاه نمیان. هلم سرحال و شاداب و غبراق افتخار دارن میکنن به این کارشون با همه فشارها و محدودیتایی که روشون اعمال میشه و شده، با همه درد و رنجایی که تحمل کردن، خیلی هم خوشحالن. امیدوارم که مردم ایران ما رو لایق خودشون بدونن که بتونیم جونمون رو فدایشون کنیم و آزادی براشون بیاد.